عیسی مسیح قیام کرد عیسی مسیح زنده شد عیسی مسیح مرد دفن شد و روز سوم همون طور که گفته بود و انبیا پیشگویی کرده بودن زنده شد خودش رو به مریم مجلیه ظاهر کرد خودش رو به زنان دیگه ظاهر کرد خودش رو به پتروس و یوحنا ظاهر میکنه خودش رو به شاگردان ظاهر میکنه خودش رو به تومای شکاک ظاهر میکنه و تو ما به زانوش میفته وقتی خداوند رو میبینه که جای سوراخ های میخو به دستاش نشون میده جای نیزه رو به پهلوش نشون میده و میگه تو ما بیا دیگه شک نکن ایماندار باش بی ایمان نباش تو ما به زانوش میفته و میگه ای خدای من و ای خدای من و امشب باب 21 رو ادامه میدیم که بار دیگه عیسی مسیح خودش رو به شاگردان ظاهر میکنه و این بار سومه در حقیقت خودشو در جمع شاگردان بار سوم ظاهر میکنه گرچه خودشو به مریم مریم مجدلی ظاهر کرده بود به زنان دیگه ظاهر کرده بود ولی به شاگردان در جمع این بار سومی که ظاهر میکنه و این طور نوشته یوحنا بعد از آن عیسی باز خود را در کناره دریای تبریه به شاگردان ظاهر ساخت و بر این طور نمودار گشت شمون پتروس و تومای معروف به توام و نتنایل که از قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو نفر دیگر از شاگردان او جمع بودند. شمون پتروس به ایشان گفت می روم تا سید ماهی کنم به او گفتند ما نیز با تو می آییم. پس بیرون آمده به کشتی سوار شدند و در آن شب چیزی نگرفتند. عیسی مسیح به شاگردان گفته بود برید به دریای جلیل من میام اونجا با شما ملاقات میکنم و شاگردان اومدن و به احتمال زیاد خداوند تعویق میکنه و حوصله پتروس هم سر میره <applause> میگه پاشم برم بزنم به دریا پاشم برم یه ماهی بگیرم و بقیه هم میگن ما باهات میاییم اینجا هفت نفر رو اسم میبره از یازده شد شاگرد معلوم نیست اون چهار دیگه کجان ولی هفت نفر وقتی خداوند گفت برید و منتظر من باشید اومدن تو کلیسا این رو تجربه کردیم و دیدیم که بسیاری میان میگن ما قلبمون رو به مسیح دادیم میان حتی تعمید میگیرن اعتراف ایمان میکنن ولی واقعا دنبال خداوند نمیان اونچه که خداوند بهشون میگه گوش نمیکنن و خب گاهی وقتی میان گاهی وقتی میبینمشون ولی سر قرارشون با خداوند نیستن عده معدودی هستن که میان سر قرارشون با خداوند هستن و خب اینو بایستی متوجه باشیم اینو با حسی بدونیم که به این صورت خواهد بود به این صورت هست شاگردان میان و میرن و از قرار معلوم شب بوده که شروع میکنن مایگیری معمولا وقتی میرفتن به درچه که مایگیر کنن ها شب میرفتن و با مشعلایی که روشن میکردن سعی میکردن ماهی ها رو جذب کنن به طرف تور و قایق تا بتونن اونا رو سید کنن ولی تمام شب سعی میکنن و اینا پتروس و بقیه ماهیگیران ماهری بودن اصلا حرفش ماهیگیری بود و هیچ چیز سید نمیکنن و خداوند من فکر کنم منظوری داشت اینجا که میخواست شاگردان برن برن و با استعدادی که دارن با اون ای که دارن با اون به صلاح شاید قوتی که در خودشون میبینن برن و ببینن که ماهی نمیگیرن برن تجربه جدیدی رو یاد بگیرن و آیه چهار ادامه میده و میگه و چون صبح شد عیسی بر ساحل ایستاده لیکن شاگردان ندانستن که عیسی ایسا به دیشان گفت ای بچه ها نزد شما خوراکی هست؟ به او جواب دادن که نی به دیشان گفت دام را به طرف راست کشتی بیاندازید که خواهید یافت پس انداختن و از کسرت ماهی نتوانستن آن را بکشند پس آن شاگردی که عیسی او را محبت می نمود و به پتروس گفت خداوند است چون شمون پتروس شنید که خداوند است جامعه خود را به خیشتن پیچید چون که برهنه بود و خود را در دریا انداخت اما شاگردان دیگر در زورق آمدن زیرا از خشکی دور نبودند مگر قریب به دویس زرا و دام ماهی را می کشیدند. تمام شب شاگردان سعی کردن ماهی بگیرن شکست خوردن به جایی نرسیدن صبح سر ایسای مسیح میاد کنار ساحل ولی شاگردان حالا شاید نور کافی نبوده یا به هر علتی تشخیص ندادن که او خداونده که عیسی اونجاست و عیسی به شاگردان میگه بچا خوراکی دارین میگن نه خیلی رو راست میگن نه و خیلی کم از کسایی که تجربه ماهیگیری دارن شما این حرف رو میشنوید همیشه یه جوری داستانهایی دارن ماهیگیرها رو نمیدونم پای صحبتشون نشستین یا نه میرن سفر ماهیگیری خب میان دست خالی هن. ولی هزار جور داستان ها دارن که انداختم قلاب و نمیدونی چه ماهی گنده هشت متری سرش بود میپیچیدم همینجور میومد همینجور میامد رسید اومدم بکشم بذارم تو قایق پرید بیرون اون یکی یه تعریف نهنگ رو میکنه که دیگه قایق هشت فوتیش داشت میکشید بیاره خلاصه داستانهای عجیب غریبی دارن ولی اینکه که را بگن نه هیچی نداریم جالبه به احتمال زیاد پتروس و بقیه تمام حرف و فنی که تو عقلشون بود تو استعدادشون بود تو چندتشون بود به کار برده بودن و شکست خورده بودن ولی اینجا عیسی ایستاده و میگه تو رو به طرف راست کشتی بندازیم راست قایق و باید بگم این قایق کشتی نبود در حقیقت یه چیز عظیم نبود یه قایق بود که ارزش شاید حدود یه متر بود خب یه قایق کوچولو یه متر یه متر و نیم و خب به این ماهیگیر بگیم که تور تو رو بنداز یه متر و نیم اونورتر خیلی مسخر است نه؟ یه با تمام شب با هر چند چیزی که تو چند تا بوده نتونستیم حالا بندازیم این قایق یعنی چی یه متر و نیم بندازیم تو رو اونجا ماهی میگیریم ولی چیه؟ سوال نمی کنن، شک نمی کنن، ایراد نمی گیرن، نمیکنن، نمی کنن، مسخره نمی کنن و کار انجام میدن. و چی میشه؟ میگه انقدر ماهی گرفتن که تور ماهیگیری داشت پاره میشد اینجا بود که یوحنا میگه اون شاگردی که عیسی رو محبت مینمود و در بابای قبلی دیدیم که یوحنا بود که سرش رو میذاشت توی سینه عیسی مسیح موقع شام و عیسی رو محبت میکرد و مسیح او رو محبت میکرد اینجا بود که یوحنا میگه خداونده ایساست که دم ساحله چرا؟ چون یک جریان دیگه ای بود یک واقعی دیگه ای بود که وقتی ایسای مسیح رفته تو قایق پتروس و اونجا کنار ساحل بود و به مردم داشت بشارت میداد بعد به پتروس میگه بریم جلوتر و تورتون رو طرف راست دریا و ماهی میگیرن انقدر ماهی میگیرن که قایقای دیگرم هم صدا میکنن بیان و اینقدر ماهی میریزن تو قایقاشون که قایقان نزدیک بود غرق اینجا وقتی شاگردان متوجه میشن یک سید عظیمی کردن دوباره تمام اون صحنه گذشته که خداوند چجوری بر اونها سید کرد و اونها رو پیروز کرد در ماهیگیری به یادشون میاد و خداوند داشت اینجا به اینا درس یاد میداد چون میدونین این جریان چیه بعد از قیام مسیح خداوند داره میره که اونها رو بفرسته که تمام دنیا رو بشارت بدن برای این پیام نجات برای این پیام عظیم برای اون پیامی که 1500 سال تاریخ پیشگویا رو ثبت کرده بود آین و شریعت رو ثبت کرده بود هزار جور آیات توی کلام خدا اومده بود که این پیام رو به انسان سقوط کرده برسونه که خدای تو اومده برای نجات تو و تو رو نجات داده هللویا حالا این نجات فراهم شده این در ملکوت خدا باز شده به خاطر کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد و خداوند داره شاگردان رو تعلیم میده و میفرسته که این پیام رو به تمام دنیا برسونن و خب از یک مش ماهیگیر داره استفاده میکنه چرا؟ چون ماهیگیرها با تلاطم دریا و دریاچه خیلی آشنان میدونن همیشه هوا صاف و آروم نیست همیشه دریاچه ساکت نیست تلاتوم های زیادی هست دریاچه یا هوا تغییر پیدا میکنه هزار جو امواج به کشتی میخوره و اینا یاد گرفته بودن که بتونن تو اون تلاتوما دوم بیارن و خداوند چنین اشخاصی رو میخواست که این تجربه رو داشته باشن که وقتی تو این خدمتی که برای خداوند میرن انجام بدن وقتی توفان ها به اون خدمتشون میخوره وقتی حمله ها میشه وقتی تلاتوم تو این خدمتشون به وجود میاد اونها متزلزل نشن اونا متوجه باشن که تو اون کاری که به اونها سپرده شده امین و وفادار بمونن من از یک مش ماهیگیر داشت استفاده میکرد و اونها رو تعلیم میداد و در وهله اول اونها یاد گرفته بودن که با زور خودشون نیست که میتونن ماهی بگیرن خود من داشت به اونها یاد میداد که این خدمتی رو که میرن شروع کنن این سیدی از انسان رو که میرن به عمل بیارن با زور خودشون نیست مزامیر 127 آیه یک میگه اگر خدا خانه رو بنا نکنه کارگران وقتشون رو تلف کردن زحمت بیهوده کشیدن خداست که بنا میکنه خداست که ما رو میفرسه و فراهم میکنه و میبینیم اینجا در آیه نه میگه پس چون به خشکی آمدند آتشی افروخته و ماهی بر آن گذارده و نان دیدند عیسی به دیشان گفت از ماهی که الان گرفته اید بیاورید پس شمون پتروس رفت و دام را بر زمین کشیده پر از 153 ماهی بزرگ و با وجودی که اینقدر بود دام پاره نشد عیسی به دیشان گفت بیایید بخورید وقتی میان به ساحل ببینن آتیش فراهم ماهی اونجاست نونم اونجاست ولی باز خداوند چی کار میکنه به پتروس میگه از اون ماهی هم که گرفتی بیار خدا همه چی رو داشت میتونست همه اونها رو غذا بده ولی میخواد به اونها یاد بده که شما در کاری که من به شما سپردم شما سحیم هستین این افتخاری بر ما که خداوند ما رو تو خدمت خودش تو کار نجات صحیم کرده از ما داره استفاده میکنه یه افتخار بزرگه و خیلی ها اینو متوجه نشدن خیلی ها دست کم گرفتن خیلی فکر میکنن بابا خب این برادر سلا هست دیگه میاریم با بردر صحبت کنن میاریم از اون بشنون زنگ میزنیم به بردر سلا سلا شما برو ملاقاتشون شما برو ببین حتی تو این کلیسا میدونم همه عزیزان به سهمی خدمت کردن به سهمی بشارت دادن به سهمی تعلیم دادن به سهمی حیام دو دارن میرسونن و خدا رو شکر ولی وقتی به کلیسای جهانی نگاه میکنیم میبینیم عدهای معدودی هستن که این خدمت رو جدی گرفتن این خدمت رو که خدا افتخاری به اونها داده که در خدمت این نجات عظیم این سید عظیم سهیم باشن خیلی سرسری گرفتن ولی خداوند به پتروس میگه میگه از اون ماهی هم که گرفتی بیار درسته ممکنه اینجا براتون همه هست همه جور میتونم سیرتون کنم ولی میخوام شما هم سهیم در اون خدمت آتیش از خداوند ماهی اونجاست نون اونجاست همینطور که عیسی مسیح با دو نون و پنج ماهی چندین هزار نفر را غذا داد شاگردان دارن میبینن و دارن دوباره تجربه میکنن اون چیزی که خداوند قبلا انجام داده بود و جالبه وقتی که خداوند گروه کسیری اومدن که به او گوش کنن و کلام میگه وقتی که عصر شد دیگه داشت دیر وقت میشد شاگردان میان به عیسی مسیح میگن خداوند ای استاد بفرستیم این مردم برن یه چیزی پیدا کنن بخورن چون خیلی دیر شده عیسی مسیح به اونا میگه شما به اونا غذا بدین میگن آخه ما چیزی نداریم پسر بچه هست اینجا که دو تا نون و پنج ماهی داره همینه میگه همون کافیه بیاری و خداوند میاد دعا میکنه و برکت میده و ایده ای که فقط پنج هزار نفر مرد بودن به علاوه زن و بچه با دو نون و پنج ماهی غذا میده خداوند اینجا کم نمیاره ولی چیه؟ به شاگردان گفت بریم ببینین چی هست میتونست خداوند همونجا هزاران ماهی و هزاران نون رو فراهم کنه ولی شاگردان فرستاد که اونا برن در این خدمت سهیم باشن از اون که داشتن استفاده کرد که برکت بده و سیر کنه و خیلی وقتا ما فکر میکنیم من که چیزی ندارم تو چندم بابا من که دانشگاه نرفتم این چیزها رو بخونم من که بلد نیستم خدا میگه هر چی که هست این پیام ساده ای من تو چند تا جمله رو میدونی اگه این پیام تو رو نجات داده و زندگی رو عوض کرده همونو بیار اگه شهادت تو همونو بیار من از اون استفاده میکنم خب این بهانه ای نباشه که بگیم خب همینه دیگه نه خدا از اون استفاده میکنیم ولی بریم و بیشتر مطالعه کنیم بیشتر بفهمیم بیشتر درک کنیم بیشتر سوال کنیم و خودمون رو مجهز کنیم که بتونیم کارهای عظیم تر انجام بدیم بتونیم بیشتر و بیشتر مردم رو تعلیم بدیم غذا بدیم و اونها رو در خداوند بار بیاریم آیه 11 جالبه میگه پتروس رفت این دام بزرگ و این سید بزرگ و که 153 ماهی بزرگ توش بود میگه یه تنه کشید تو ساحل <applause> 153 ماهی بزرگ بگیم هر کدومش دو کیلو باشه ها دو کیلو ماهی چقدر میشه یه چیز بالای 300 کیلو این سه چهار تا مرد میخواست بکشه تو ساحل ولی چیه؟ پتروس میکشه میاره چرا؟ چون رفته دنبل زده بود؟ نه خدا وقتی ما رو برای معمولیتی میفرسته ما رو قوت میده که بتونیم اون کار رو انجام بدیم ببینین یک نکته خیلی مهمیه که ما باید این رو یاد بگیریم و این رو به عمل بیاریم تو زندگی می. ممکنه خیلی موفقه تا تو زندگیمون کسب کردیم مدرکمون رو گرفتیم گفتیم به به ببینی هوش و استعدادی مغز قربونش برم شاید شرکتی تاسیس کردیم موفق بوده میگیم به به نبوغ من زحمت من کار من استعداد من اون دید من خانواده همون میبینیم رشد کردن سعی سالم وضع مالی خوب شده اقتصادی خوب شده سلامت و همه چی داره خوب میره به خودمون شاید نگاه کردیم و بالیدیم که به ببین چجوری من تونستم یه خانواده رو جلو ببرم چجوری تونستم بچه های دست گل و بار بیارم اینا دانشگاه برن اینجوری شن اونجوری شن و این کردیت ها رو خیلی وقتا به خودمون میدیم ولی باید متوجه باشیم که تمام اینها رو تمام این برکات رو خود خداست که به ما داده خود خداست که ما رو قوت داده حکمت داده فراهم کرده درا رو برای ما باز کرده ما رو از خطرها حفظ کرده هزار جور ما رو پشتیبانی کرده و خب اگه متوجه نشیم غرور برای میداری و غرور اولین چیزی که انسان رو به سقوط میاره ولی وقتی متوجه شیم که خدا تا امروز که من سالم من و دارم نفس میکشم و راه میرم به خاطر فیض و محبت و لطف خداست در حق من در حق خانوادم در حق فامیلم دوستانم برای من اون لغمه نون و پنیری هم که جلو میذاریم برای اون هم دعا میکنیم میگه خدا شکر. برای همین لغمه نون پنیر اگه سخفی بالا سرم شکرش میکنیم که خداوند بر ما اینقدر فراهم کرده ایسا به دیشان گفت بیایید بخورید ولی احدی از شاگردان جرد نکردن که از او بپرسند تو کیستی زیرا میدانستند که خداوند است آنگاه عیسی آمد و نان را گرفته به دیشان داد و همچنین ماهی را و این مرتبه سوم بود که عیسی بعد از برخاستن از مردگان خود را به شاگردان ظاهر کرد همینطور که مریم مجللیه یایتونه وقتی عیسی رو سر قبر می‌بینه اول شناسه و بعد عیسی او رو به اسم صدا میکنه این مریم اون موقع بود که میفته به پای عیسی شاگردان اینجا تغییری در ظاهر عیسی میبینن ولی جورت نمیکنن بگن آیا تو عیسی خداوند هستی یا نه چون میبینن کارهایی که داره انجام میده دقیقا همون چیزایی که قبلا عیسای مسیح انجام داده در حقیقت زندگی که با عیسی مسیح داشتن اونها رو به شناخت این خداوند در آورده و این نکته خیلی مهمیه هر چی بیشتر با خداوند زندگی کنیم هر چی بیشتر خداوند رو در امور زندگیمون تجربه کنیم کلامش رو بشناسیم بشنویم تعلیم میگیریم و بعد اون کلام رو استفاده کنیم در زندگیمون به کار بریم و دست خدا رو بیشتر بیشتر تو زندگیمون ببینیم بعد از یه مدتی دیگه احتیاج نداره بگیم خداوندا کوشی کجایی میدونیم خدا تو همون سختی ها داره کار میکنه و این بینش رو پیدا میکنیم که ببینیم و درک کنیم که دست خدا تو همون سختی ها با ماست بر همین بعضی ها میبینین سختی ها که میاد میگن هللویا شکر سخت مسئله این هم میگذره میبینیم امید و قوته ولی بعضی تا یک چیزی این من میشه وای بابا نه, تر. نه دیگه تموم شد مردم تموم شد دیگه منو نمینی خاک میشم میگم خب فردا میام دوباره بات صحبت میکنم هستی فردا اینجا باور کن ماه دیگه هستی سال دیگه هستی نمیمیری هیچ دوری نشده چرا؟ برای اینکه یه دی تجربه کردن خدا رو تو زندگیشون زندگی کردن این کلام رو گرفتن و گفتن خداوند رو همین کلام تو ما میستیم و بعد دیدن چجوری خداوند عمل کرده کلیسا باید توی سختی ها توی مشقت ها بدرخشه باید اون مشعل امید باشه برای دیگران و اگر کلیسا در ضعف باشه کلیسا پریشون باشه کلیسا هراسون باشه <applause> نمکی که دیگه تمش از دست داده به چه درد دنیا میخوره چراغی که نور نده به چه درد دنیای تاریک میخوره اونا سوال نکردن خداوند تو هستی اونا میدونستن خدا با بنده و خیلی وقتا در این زندگی و سفری که با مسیح شروع کردیم دیگه میدونیم خیلی جاها میریم که شاید برای ما درکش سخت باشه خیلی مسائل پیش میاد که نتونیم حلاجی کنیم اون موقع ولی همیشه میدونید چیه که ما رو آرامش میده بعد میتونیم سرمون رو راحت بذاریم رو بالش شب تخت مثل بچه بخوابیم اونه که بدونیم خدا با ماست چون خودش گفت من تا این قضای عالم با شما خودش گفت من برای شما فراهم میکنم فرزندان من محتاج به نان نمیشن نه فقط نان جسمانی اون نونی که میخوریم بدنمون رو حرکت در بیاره بلکه اون نان روحانی حکمتی که از خدا میگیریم اون بینشی که خدا به ما میده و خب هیچ کدوم از ما خونمون رنگی تر است از هیچ کسی تو این دنیا نیست همه ای ما تو تجربه میفتیم همه ای ما سختی ها و بالا بلندی های این زندگی رو تجربه می کنیم. ولی خدا میخواد ما مثل این ماهیگیرا آماده باشیم. آماده. آماده باشیم برای چنین تجربه ای و چنین استقامت و استواری تو زندگیمون. و تا جایی که میتونیم این رو به دست بیاریم و این قوت رو داشته باشیم در حضور خداوند در کلیساشه در جمع ایماندارانه در تعلیم کلامه وقتی این کلام رو میگیریم میخوریم باش زندگی میکنیم برای همین کلیسا چقدر مهمه که تو این دنیا دنیای تاریک بدرخشه کلام خدا رو تعلیم بده و قلب رو قوت بده عیسی نون رو گرفت به اونا داد ماهی رو گرفت به اونا داد فرزندانش محتاج به نان نبودن محتاج به هیچ چیزی نبودن و حالا در آیه 15 عیسی شخصا با پتروس که او رو سه بار انکار کرد وقتی مسیح رو دستگیر کردن همونطور که عیسی مسیح پیشگویی کرده بود و بهش گفته بود پتروس تو همین امشب قبل از اینکه سحر بشه تو من سه دفعه انکار میکنی پتروسی که گفته بود خداوندا اگر همه این شاگردا تو رو ترک کنم من تو رو ترک نمیکنم پتروس عیسی رو سه دفعه انکار کرد دقیقا همونطوری که خداوند پیشگویی کرده بود ولی ببینین فیض خداوند چه جوریه. 15 ادامه میده و میگه بعد از قضا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمون پسر یونا آیا مرا بیشتر از اینها محبت مینمایی؟ دو گفت بله خداوند تو میدانی که تو را دوست میدارم. دو گفت برهای مرا خوراک بده. باز در به او گفت ای شمون پسر یونا آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت بله خداوندا تو می دانی که تو را دوست می دارم به دو گفت گوسفندان مرا شبانی کن مرتبه سوم به دو گفت ای شمون پسر یونا مرا دوست می داری؟ پتروس محزون گشت زیرا مرتبه سوم به دو گفت مرا دوست می داری. پس به او گفت خداوندا تو بر همه چیز واقف هستی تو میدانی که تو را دوست, دوست میدارم ایسا به دو گفت گوسفندان مرا خوراک ده پتروس سه دفعه عیسی را انکار کرد و عیسی سه دفعه به پتروس میگه پتروس آیا منو دوست داری؟ و این لغتی که اینجا استفاده میشه در یونانی آگاپه است. آگاپه یعنی محبتی بدون شرط و شروط محبتی که روی احساس نیست بلکه روی یک تصمیمه و پتروس ایسا به پتروس میگه پتروس شمون آیا منو بیشتر از اینها دوست داری؟ و احتمالاً ایسا داشت اشاره میکرد به بقیه شاگردان چرا؟ چون وقتی ایسا گفت وقتی من میرم به اورشلیم من رو دستگیر میکنن مصلوب میکنن من میمیرم و روز سوم قیام میکنم پتروس گفت اگه همه این شاگردان تو رو ترک کنم من طور ترک نمیکنم اگه اینا و تو رو اونقدر دوست ندارن من تو رو خیلی بیشتر از اونا دوست دارم من به تو با تو میمونم ولی حالا عیسی اومده داره همه چی رو ترمیم میکنه داره تعلیم میده به پتروس که اشکال افکارش اشکال قلبش کجا بود میگه پتروس تو منو بیشتر از اینا دوست داری چون تو هم رفتی منو این کار کردی اغلب اینا در رفتم من این کار نکردم ولی تو سه بار منو این کار کردی و حالا سه دفعه ایسا داره از پتروس میپرسه یا آیا منو بدون شرط و شروط دوست داری آیا اونقدر منو دوست داری که هر چی بهت میگم عمل کنی منو دنبال کنی پتروس میگه خدا تو میدونی که تو رو دوست دارم و اینجا لغتی که پتروس استفاده میکنه به معنی یک محبت احساسیه و دقیقت اون محبت احساسیه ما شرط و شروطی توش هست اگر بعضم خوب باشه اگر خوش باشم اگر چیزی دریافت کنم در ازاش محبت میکنم ولی اینجا دیگه پتروس خودش رو میشناسه میدونه که چیزی که گفت انجام نداد و گفت کرد و اینجا موازه بداره چی میگه ولی عیسی بهش میگه براهای من رو خوراک بده یعنی کودکان رو قبل از که روش کنن قبل از که برن و فلسفه دنیا اونها رو بگیره دروغهای دنیا و شریر اونها رو مسموم کنه براهای بر من رو خوراک بده اونها رو تعلیم بده از همون کودکی از همون کودکی اونها رو در کلام خدا بار بیار حقیقت رو اونها بشناسند این های کلام در قلب اونها باشه و وقتی دروغها و فلسفه دنیا به اونها خونده میشه اونها آگاه باشن اونها بیدار باشن بار دوم خداوند از پتروس میپرسه میگه آیا تو مرا دوست داری؟ اگر دوست داری گوسفندان منو شبانی کن مراقب گوسفندای من باش اونها رو هشدار بده از هیلای شریر از خطرهایی که تو این دنیاست از اون چیزهایی که بر اونها اتفاق میفته حواست به اونا باشه سوس میشن تشویقشون کن گرگ میزنه به گله موظبشون باش نظر تعلیم های غلط رو بشنون و اونها مسموم شن نظر شیطان بیاد خادمینش رو تو کلیسا بچینه و بعد فرزندان من و گوسفندان من مسموم کنه حواست باشه و بار سوم از شمون شمون پتروس میپرسه عیسی مسیح که آی من منو دوست داری و این این موقع است که پتروس میگه محسون میشه واقعا ناراحت میشه چون خودش متوجه میشه درست سه بار مسیح رو این کار کرد و دقیقا مسیح سه بار داره از او میپرسه و این دفعه میگه خداوند تو عارف قلوبی تو قلب منو میدونی من نمیخوام یه چیزی بگم که نتونم عمل کنم تو قلب منو میدونی تو خود میدونی من دوستت دارم یا نه و عیسی مسیح به اون میگه گوسفندان منو خوراک بده کلام منو به اونا یاد بده تو این دنیا میخواد آشغال به ما بخورونه میدونین جانگ فود میخواد به ما بده چیزایی میده که بدن رو داغون میکنه افکار رو داغون میکنه روح رو داغون میکنه خب اون فلسفه دنیا اون دروخ های دنیا و تنها راه مبارزه با این جور چیزها که میتونه روح ما رو بکشه افکار ما رو مسموم کنه کلام خداست حقیقت خداست که به ما مکشوف شده تو این کلام و فقط به این وسیله است که ما میتونیم در امان باشیم میتونیم حکمت داشته باشیم از سای مسیح گفت برراهای منو خوراک بده کودکان رو بار بیار در کلام شبانی کن مراقب باش حواست جمع باشه که شریر تو این دنیا داره میاد بر علیف گوسفندای من توته چیده و بعد اونا رو در کلام مجهز کن اونا رو قوت بده اونا ازولات روحانیشون قوی باشه در آیه 18 ایسای مسیح ادامه میده و به شمون پتروس میگه آمین آمین به تو میگویم وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی و لکن زمانی که پیر شوی دستای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد و به دین سخن اشاره کرد که به چه قسم مود که به چه قسم مود خدا را جلال خواهد داد و چون این را گفت به او فرمود از عقب من بیا از قرار معلوم مشخصه که یوحنا گزارشش بعد از مرگ پتروس نوشته چون این آخرین گزارشیه که نوشته شد آخرین انجیلیه که نوشته شد و قبلا هم بهش اشاره کردیم که گزارش متا مرقس و لوقا زودتر از این گزارش نوشته شد و یوحنا داشت کامل میکرد گزارش های دیگر و اون چیزایی رو که ثبت نشد و دوباره داشت اینجا به ما یادآور میشد و اینجا عیسی مسیح داره به پتروس میگه که چطوری تو این خدمت جونش رو برای خداوند میده گفت قبل از اینکه بیای تو خدمت من قبل از که منو بشناسی و وارد خدمت من بشی هر کاری میخواستی میکردی و هر جایی که میخواستی میرفتی میگه ولی وقتی که میای تو خدمت من باید آماده باشی و دیگه اینجوری نیست دستگیرت میکنن جفا میرسونن بهت هزار جور زجت میدن به زندان ها میندازنت و بعد حتی تو رو میکشن امروز یکی از برادران ما رو در ایران گرفتن که زن داره دو تا بچه داره به خاطر اینکه کلام خدا خداوند عیسی مسیر رو تو خونش تعلیم میداد گرفتن و حکم اعدامش رو صادر کردن که او رو اعدام کنن ولی این وضعیتی که وجود داره عیسی مسیح گفت گفت از شما متنفرن چون از من متنفرن چون هیچ وقت تاریکی به طرف نور نمیاد و از نور تنفر داره چون اعمالشون بده و فلاویس جوزفیس فلاویس تاریخ نویس قرن اول ثبت کرده که پتروس وقتی به روم رفته بود او رو دستگیر میکنن به زندان میندازن و بعد او رو به صلیب آویزون میکنن و پتروس به اونها میگه من نمیخوام اون طریقی که عیسی مسیح خداوند من مصلوب شد من مصلوب شم منو وارونه مصلوب کنید و او رو وارونه به صلیب میکشن و خدا من از قبل بهش گفته بود گفته بود اینه اینه اون چیزی که برای تو اتفاق خواهد افتاد به خاطر اینکه بر راههای منو قضا را میدی به خاطر اینکه شبانی میکنی به خاطر اینکه من منو قضا میدی به خاطر اینکه منو خدمت میکنی این جفا ها بر تو خواهد اومد عیسی مسیح فرمود گفت اگر من چوب تر بودم با من اینجوری کردن <تصفح> چه با حال شما که چوب خوش هست ولی افتخاری برای ما چون ما حیات رو تو این چند سال زندگی اینجا نمیبینیم حیات ما ابدیه اون نفس آخری که اینجا میکشیم با نفس بعدی ادامه پیدا میکنه در حضور عیسی مسیح دنیا و شریف فکر کرد که میتونه کلام خداوند رو حذف کنه در طی قرون و اثار سعی کرده کلام خدا رو نابود کنه و به دست فراموشی تاریخ بسپره ولی موفق نشده و بیشتر بیشتر میبینیم میلیون ها میلیون به عیسی مسیح خداوند به عنوان خداوند و منجیشون ایمان آوردن و نجات دارن آیه 20 ادامه میده و میگه پتروس ملتفت شده آن شاگردی را که عیسی او را محبت مینمود دید که از عقب میآید و همان بود که بر سینه وی وقت اشا تکیه میزد و گفت خداوند کیست آن که تو را تسلیم می کند پس چون پتروس او را دید به عیسی گفت ای خداوند و او چه شود عیسی به دو گفت اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه تو از عقب من بیا پس این سخن در میان برادران شهرت یافت که آن شاگرد نخواهد مرد لیکن عیسی به نگفت که نمی میرد بلکه اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم تو را چه و این شاگردی است که بر این چیزها شهادت داد و اینها را نوشت و میدانیم که شهادت او راست است و دیگر کارهای بسیار عیسی به جا آورد که اگر فرد فردن نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشته ها را داشته باشد وقتی عیسی عاقبت پتروس رو بهش میگه عیسی میبینه یوحنا از پشت داره میاد میگه خب استاد تکلیف یوحنا چیه؟ خدا هم میگه اگه من بخوام بمونه اون تا من بیام به تو چه؟ تو بیا دنبال من تو اقعا من بیا من مسلوب شدم تو هم مسلوب میشی به اون کاری نداشته باش تو با اون رقابت نکن و این مشکل دنیاست میدونین مشکل کلیسای جهانیه خیلیشون تو رقابت هستن با برنامه های اون اونجوریه آقا ما چه برنامه بذاریم بهتر از اونا آقا نمیدونم اونا 400 نفرن ما چرا سی نفریم چی کار بکنیم پول جمع کنیم چلکه ها بدیم اعلامیه بدیم ادورتایز کنیم اونا فلان واعظ رو آوردن کلیساشون شلوغ شد ما بریم همون واعظ رو بیاریم کلیسا رو شلوغ کنه <applause> نه تنها کلیسه ها نباید در رقابت با هم باشن بلکه ایمانداران هم نباید در رقابت با هم باشن خیلی خودشون رو با دیگری بغل دستیشون شاید مقایسه میکنن و این طبیعت انسانه که میخواد رقابت کنه میخواد از اون یکی جلو بزنه یا خودش رو کمتر از اون یکی میبینه ولی دید خدا نسبت به ما ماها اینجوری نیست خداوند مثل یک رهبر ارکست میمونه و داره رهبری میکنه اون ویالو نیست وقتی داره آهنگ نواخته میشه دیگه نمیره ببینه که اون فلوت زنه داره چیکار میکنه یا سر نوت چجوری داره میاد اون داره کاری رو که بهش سپرده شده داره انجام میده و اون فلوت زنه داره کار خودش انجام میده اون ویولنیسته کار خودش انجام میده گیتاریسته کار خودش انجام میده پیانیسته کار خودش انجام میده ولی اون رهبر اورکسته که همه اینا رو تنظیم میکنه و اون موزیک بسیار زیبا و عالی رو به عمل میاره عیسی مسیح اون کانداکتره اون رهبره و هر کدوم از ما وظیفه‌ای داریم هر کدوم از ما عطایی داریم هدیه‌ای داریم که خدا به ما سپرده و خب یکی این عطا رو داره یکی نداره نباید فکر کنه کم داره نباید فکر کنه زیاد داره اون چی که خدا به آدم سپرده همون رو استفاده میکنه برای خدمت خدا و بعد اون موقع است که کلیسا قوت داره تو جهان بتونه پیام نجات رو اون طوری که خداوند خواسته بفرسه و انسانها رو نجات بده خیلی از وقت کلیسا سرمایه کلیسا انرژی کلیسا صرف این شده که بین خودشون رقابت کنن در صورتی که تمام اون انرژی و سرمایه باید صرف این بشه که انسانهای تشنه و گم شده رو پیام مسیر رو برسونن و نجات بدن در هر سطحی که میخواد باشه شخصی میتونه از معلومات علم بیولوژیش استفاده کنه و خلقت رو تعلیم بده به دنیا در حد خودش یک فیزیسیست میتونه در علم و دانشی که کسب کرده بیاره تشریح کنه برای اون اشخاصی که فکر میکنن دنیا از طریق تکامل به وجود مده و بیاره نشون بده که نه دنیا طراحی شده یک نویسنده میتونه پیام مسیح رو به صورتی بیان کنه و به زندگی انسان ها رب بده که برای مردم راحت باشه بتونن بخونن و درک کنن و به زندگی خودشون رب بدن کسی که تو کلیسا چای میچینه ظرف میچینه گلدون رو میچینه شم رو شم میکنه در حد خودش داره خدمت میکنه و هیچ فرقی اون خدمت در نظر خداوند نداره با این خدمتی که داره این پشت انجام میشه برای خداوند یکی فقط یکی داره فلود می نوازه, یکی داره ویالون میزنه ولی همه اعضای یک ارکستر اون ارکست جهانی که داره پیام عیسی مسیح رو اون نوای نجات رو داره به سراسر دنیا میرسونه هللویا خدا میگه به دیگران کاری نشو باش من تو رو خوندم برای اون خدمت تو به همون وفادار باش بیا دنبال اون بیا دنبال من تو منو دنبال کن و یوحنا در پایان گزارشش میگه من به این چیزها شهادت دارم میدم که تمام اون چیزهایی که گفته شده در این کلام راسته تمام اونها حقیقته چرا چون یوحنا شاهد عینی بود و گفت ما این چیزی که داریم به شما میگیم خیالات نبوده ما سه سال و نیم با خداوند روی این زمین زندگی کردیم باش خوردیم نشستیم پا شدیم ما رو تعلیم داد معجزاتش رو دیدیم لمسش کردیم یک چیز واهی و خیالی نبوده و ما داریم میگیم تمام این چیزهایی که اینجا ثبت شده تمام واقعیت حقیقته و یوحنا ادامه میده و میگه کارهای خیلی دیگه عیسی انجام داد که اگه میخواستیم اونا رو بگیم اصلا نمیشد به نگارش در برد که های دنیا جا نداشت اونها رو در خودش جای بده و واقعیتش همینه تمام اون چه که عیسی مسیح از آفرینش خلقتش انجام داده تا دو هزار سال پیش که شاگردان تعلیم داد و موجزاتش نشون داد اگر همه اینا رو بخوایم ثبت کنیم اصلا قدرتش نیست که انسان بتونه اونها رو به نگارش دره و جا بده تو این دنیا واقعیتش همینه یوحنا بعد از اینکه عیسی مسیح خودش رو ظاهر کرد در باب 21 که مطالعه کردیم داره اون خدمت کلیسا رو اون دو بخش خدمت کلیسا رو به ما تعلیم میده که یکیش ماهیگیریه دیگریش گوسفند چرونی شبانی ماهیگیری و شبانی بشارت و تعلیم و این دو خدمت کلیساست که پیام رو میرسونیم پیام نجات رو میرسونیم در هر سطحی که هست پیام رو میرسونیم و بعد ایزان که این پیام رو میشنون و متوجه میشن که احتیاج دارن بیشتر بدونن میان و تعلیم میگیرن و در حقیقت سر کردیم در این دروسی که داریم روی این ستلایت ها رادیو یا وبسایت یوتیوب هر جایی که از به دنیا میرسونیم سعی کردیم هم بشارتی باشه هم تعلیمی باشه هم ایزان رو متوجه نجات کنیم و سقوط خودشون و هم ایزان رو تعلیم بدیم و قوت بدیم در این امید زنده و حیاتی که خداوند به ما داده تا ایزان بتونن حکمت داشته باشن که بتونن تو این دنیا تشخیص بدن حقیقت رو از دروغ و بسیاری شنیدن تعلیم گرفتن و متوجه شدن و خدا رو شکر نجات پیدا کردن و عیسی مسیح امروز خداوند و منجیشونه و خدا رو خدمت میکنن و این پیام رو با تمام شرایط سختی که هست با قیمت جونشون دارن به بقیه میرسونن و همینطور که کلام میگه واقعا تاج فخر یکی که ما هستن همه ما شکر خداوند هللویا